اما دومین زمان تاپ و بسیار پرکاربرد که حالت آکادمیک داره در زبان انگلیسی همون زمان حال کامل هست، اما به صورت مجهول. خیلی ساده اگه بخوام بگم خدمتون دوستان، ببینید ما در درس حال کامل میگفتیم که مثلا من رفتم یا او نوشته است، ما مسافرت کردیم و غیره. حالا در زمان حال کامل مجهول ما میخوایم جملاتمون اینجوری بگیم که ببینید دقیق بفهمید، مثلا این دستگاه ساخته شده است. ببینید وقتی که شدن داشته باشیم در یک جمله، شدن دوستان همون جمله مجهول هست. چرا؟ چون وقتی مثلا ما میگیم ساخته شد، اصولا یعنی یک چیزی مفعول مورد در واقع مورد یک کاری قرار گرفته، یا مورد ساختن هست، یا مورد کشیده شدن هست، یا مورد برده شدن هست، یا مورد اختراع شدن هست، اینها همشون جمله مجهولن. جمله مجهول دوستان همون جملاتی هست که درشون شدن هست، یعنی گرفته شدن، برده شدن، دیده شدن و غیره. حالا من اگر بخوام بگم که این دستگاه ساخته شده است، یا برق اختراع شده است، یا مثلا مجروحان به بیمارستان برده شده اند، این شده اند، دیده شده اند، گرفته شده اند و غیره، این میشه زمان حال کامل که مجهوله. اما ساختمانش چه فرقی میکنه با حال کامل؟ دقیقا همون ساختمانه، یعنی ما هف یا هز به اضافه پی پی رو داریم، اما چون اینجا شدن هم داریم، خب شدن در واقع دوستان همون فعل بی هست که به معنی بودن یا شدن میتونه باشه، که بعد از هف یا هز قرارش میدیم. پس هف یا هز به اضافه بین، به شکل بی تبدیل میشه به بین، هف بین به اضافه پی پی فعل، یا هز بین به اضافه پی پی فعل. خب بذارید چند تا مثال بزنیم. میخوام بگیم که مثلا برق توسط ادیسون اختراع شده است. خب ببینید دوستان، برق شده است، چی شده است؟ اختراع. اختراع کردن دوستان invent هست که یک فعل باقاعده است. پس میگیم the electricity، electricity دوستان به معنی برق هست. خب has been، اینجا باید been رو بگیم. چرا؟ چون گفتیم اختراع شده است، شدن رو داریم. has been invented، invent شده است by Edison. The electricity has been invented. ببینید به invent یه ایدی اضافه میکنیم تا تبدیل به پی پی بشه. The electricity has been invented، اختراع شده است، by هم یعنی توسطه، by Edison، توسط Edison. به این صورت. یا مثلا چند تا کتاب اینجا هست، من میگم که این کتاب ها توسط دوست من نوشته شده اند. پس ببینید نوشته شده اند، این همیشه زمان حال کامل که طبیعتا مجهوله چون شدن درش هست. میگم these books، این کتاب ها have been written. written دوستان میدونید که پی پی فعل write هست به معنی نوشتن. These books have been written by my friend. by my friend یعنی توسط دوستم. پس these books، این کتاب ها have been، شده اند، چی شده اند؟ written شده اند، نوشته شده اند توسط دوستم، by my friend، به این صورت. یا مثلا میخوایم بگیم که این پل توسط دولت ساخته شده است، این پل توسط دولت ساخته شده است. خب که برای ساختن بیشتر سازه ها بیشتر از کلمه build استفاده میکنیم. build هم دوستان میدونید پی پیش built هست، گذشته و پی پی فعل build built هست. پس میگیم که this bridge این پل has been built، has been به اضافه پی پی built. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمیکنه، از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.